سلام خدا ورز سلام انتخابات یکی از اصل های نظام های دموکراتیک و حضور حزب از لست سازمان ملل چگونه قابل جمع خواهد بود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی چند قبل حمایتش را از قد بودین هلال کاندای ریاست جمهوری اعلام نموده است که این اقدام شک و تردیدهای را در زمینه چگونگی مستقل بودن آقای هلال دین هلال قدبودین هلال و همچنان چگونگی حضوریابی افراد از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در افغانستان با وجود آورده است و همچنان سوالات دیگر در این زمینه با وجود آمده است یعنی اهداف نافته در این اقدام چیست تا چی میزان این حمایت و حضور حمایتی از آقای حکمتیار برای مردم افغانستان قابل قبول خواهد بود گذشته از پیشینه کاری حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار انتحار و انتخابات چگونه قابل جمع خواهد بود و بیشتر از این را در بحث امشب با مهمانان حاضر به بحث مهمانان من در این بحث محترم مولوی جانباز سرفراز حضو حیط اجرایی حزب اسلامی محترم عاصف آشنا فعال سیاسی و همچنان حکمت الله حکمت عضو حزب اسلامی و همچنان از آقای ممتاز سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای قطب‌الدین هلال هم دعوت به عمل آمده بود اما در آخرین لحظات به گفته خودشان بنابر تماسی که با آقای انجینیر داشتن که هدفشان آقای انجینیر حکمتیار و یا انجینیر قد بودین هلال بود از حضور در این بحث خودداری کردن و گفتن که ایشان لازم ندونیست ما تا در این بحث, در این بحث حضور داشته باشیم بحث رو کنون با مهمانان آغاز میکنیم من هم در قفلی میزبان این بحث هستم آقای حکمتلا حکمت بحث رو با شما آغاز میکنم هدفتان از حمایت, حمایت از آقای قد بودین هلال در انتخابات بیشرو چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم محترم کوربا میز ملمنوت او دی تلویزیون ارویدونکو ارویدونکو ولیدونکو تاسو سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوه خبر مخک کوم هميشه وخت حکمت یار صاحب د ټاکنو باندې تاکید کړي او تاکید لري دا سیدی قطب الدین هلال په ارتباط کې مخ خبره پرسنې کی مغر ودلې دي چې موږ مستقیم ارتباطات نه لرو ز د حزب اسلامی نمایندګي نه کوم ز د اسلامی جهادي غړی یم نو نه منډیږي نه مستقیم اړیکې نه لرو لږ سره اړیکه نهسته غو په تور لیسکی خپل نو دا مېده د دراکن د معلومه چرتده یو چیرې وسیګي نو دا غ اعلان شولې د رسنوي له طریقې څخه واربی دي چې د قطب الدين هلال حمایت کړی دا ډاکټر صاحب بیر غیرت خبره کړی دا اوس په دې خبره باندې مخ شک لرو شک هم په دې دا چې مخکیم د خبرې شي مستقیم له دکټر صاحب له دراسې کې نه خپلې حکمتار صاحب خپل وغی نو موږ به په اعتماد په <مان> ونه دا ډاکټر بهیر ډاکټر بهیر کوم نوم میبرین نو ان اعلان یې را پښ پخ نشر کړل او نو به رسنانو هم صحبت کړل هم موږ خو هم از شما بده نه مسله را شما میګین کی اوس به جهادي استو او اندیکه ازاس اسلامي صحबत نه мекунед این مساله چی معنا مته چی گونه این مساله را شما به همگی میخواهند بفهمانند که شما عضو جهادی رزبستین به رهبری کسی که به اون ارتباط نداره رهبر شما در این حزب کی است الحمدلله افغانستان دی حزب اسلامی لازا و لغړی چې ډاکتی افغانستان کوسیږي دغه دولت تر چتر لاندی زندگی کوي په دې دولسه کلو کې موږ دغه ش خاموش پاتیو رهبری يعني... این حزب این مجمع این که بو الحمدلله شما یاد میکنین به دوش کیست رهبری حزب ایک بندوش حکومت حکومتار صاحباس حکومتار صاحب <السواح> خود نشته داخل <سواح> افغانستان <السواح> نیست بلې سيا خارجه وردلې سيا گرفته چې داخل افغانستان <السواح> بیایه بله په درون د داخل افغانستان <السواح> کې نه یې اړت شې نو <السواح> وخت چې افغانستان <السواح> په منځ کې نه وي او <السواح> په افغانستان کې وجود و نه لري اته مخ ټول کړه وکړه افغانستان پریدو تاسوت نه خیر ما پرسی دم چې ایشان چور د افغانستان نه نه بس لیست دی تور پولیس کی تور لسکې نه و بلست سيا هسته ولې هم انچور بلست سيا هسته نمیخوا نه نمی نه نمی نمی افغانستان داخل تراشی و افغانستان که زندگی و زندگی و کی اسلامی مبارزه مختبوزی ممانعت کی؟ خوش خب خب ویرا لفکر میکنن که دیگر در... ممانعت میکنن. حقا یک مثال چی فکر میکنن؟ وقتی که از خود بودین هلال کسی که در داخل افغانستان است و در روند دموکراتیک افغانستان داخل شده و در اینجا از از مردم افغانستان میخوایم این کنن و زحمت کشور با دوش بگیره. در اینجا ای چی معنی را, را میکنن؟ بازم با عدم ارتباطاتش که بیرون از افغانستان است و کسره در داخل افغانستان حمایت میکنن. چې را ميخاي وځبات برسونه خدا حمايتي نه دا کړي دا حمايت موږ غوښته منو قابل قبول دمو ته سده خپل و وایي چې ما دا حمايت کړي حمايت نه دا کړي حمايت بل چا کړي دا هم شما, شما از کومه ميدان شما ګفته نه ارتباط نه درين باقاي ګلبودين مستقيم ارتباطات نه لرو پس از کومه ميدان نه درين کی رد میکنه ما سره په طریقې د تلویزیونو رسنوي چې دا خبره موږ غوغه کړې بله ام مساله شما از طریق رسونه ها شنیدین رسونه ها گفتن که آقاي ګلبودين حكمتيار د تحت اعلامييه حمايت ش اعلان کړده شما وا چی خبر نه دکړئ دا خبره تانه د بهیر ډاکټر بهیر غیرت لخه ویل سويدي تصویر دي حکمتيار سره په ټلویزیونو پرسنوي کې لیدل دي شوغه تصویر غا خپل غ خبر نه دکړئ خپل غ یاده نه دکړئ بس یم در ابهامه زمونه کې شما ارتباط به وونه نه درې تایید میکنه او بس ان رد کردن موضوع غ په دقیق نه خلاص این مسئله را شما با آقای اکمتیار ارتباط ندارین نه نه پس از کجا شما را نکنیم که اونا روابط نلرو مستقیم لیدن کتن نلرو آقا امریکا هم نیست پیدا کنیم مو بنو چیر پیدا کو دقیقه این مسئله نیست شما بدون دنبال از اونا برین پیدا کنیم اما اهدافی که در قبال این مسئله داره میخوایم از شما پرسان کنیم بده آقای آشنا آیا واقعا این مسئله این کنه است در حاله ابو هام روز آقای حکمت الله به نمایندگی از حزب اسلامی سخن میگن و رد میکنین مسئله که آقای حکمتیار از آقای خود بودین هلال نمای... حمایت نکرده این گونه است با سلام خدمت شما و جناب مولوی سفرات و مولوی حکمت الله حکمت الله نکته را من نیاز میدانم پیش از اینکه وارد بحث موضوع گیری آقای حکمتیار در قبال انتخابات شویم چند نکته من نیاز میبینم باید توضیح بتیم بله. روی مسئله اساس کار احزاب سیاسی فعلی در افغانستان ما با دو نوع کار احزاب طرف هستیم یک پرونده احزاب قبل از نظام کنونی و قبل از 11 سال گذشته یا بعد از طالبا ما یک پرونده داریم برای بررسی احزاب قبل از او یک پرونده دیگه داریم بعد از اینکه طالبا در افغانستان شکست برد و یک نظم نوین روی کار آمد ما صاحب یک قانون اساسی شدیم و صاحب یک نظام منتخب شدیم و یک نظام متحد برزش های دموکراسی و حکومت مردمی که از طرف مردم انتخاب میشه این انتخ... نظام نظام قانونمند هست شمار زیاد از احزابی که دیروز یا بیشتر بهتر بگم که تنظیم های سیاسی و نظامی که دیروز فعالیت میکردن پس از روی کار آمدن حکومت جدید و پاس شدن قانون احزاب سیاسی در روشنایی قانون اساسی افغانستان یک تعداد از تنظیم های نظامی سیاسی دیروز آمدن به عنوان احزاب سیاسی ثبت و راجستر شدن چند تا ویژگی داره این احزاب بله. از لحظه ای که احزاب ثبت راج سر شده جواز رسمی کار داره فعالیت سیاسیشان مشروعیت حقوقی قانونی دارن یک از شرط و قیدهای جدی قانون احزاب سیاسی افغانستانی است که هیچ حزب سیاسی اجازه نداره که شاخه نظامی داشته باشد از چند لحاظ که بحث کنیم در افغانستان وقتی ما ما به عنوان یک شهروند افغانستان و تابع قانون اساسی افغانستان وقتی در مورد حزب اسلامی گپ میزنم برای من حزب اسلامی حزب مشروعیت سیاسی داره و اعتبار داره ما حزب اسلامی را به رسمیت میشناسم که او در چارچوکات قانون اساسی افغانستان و در روشنایی قانون اساسی افغانستان و در چارچوکات قانون احزاب سیاسی افغانستان در افغانستان فعالیت میکنه و جواز رسمی کار داره اما میمانه موزه ای... در ابتدا اما... در در این وهله ای اخیر این دوگانگی به وجود آمد اما قبل از این همان یک از یک تحت عنوان با این پسند اسلامی اما یک از برهبری آقای حکمتیار بود اکنون با این چارچوب قانونی که شما صحبت میکنین اشاراتتون به میکن؟ اه... کدام یکی از این شاخه ها و کدام یکی من وقتی میگم حزب اسلامی در افغانستان منظورم حزب اسلامیه که جواز رسمی فعالیت را از وزارت عدلیه دارد. پرونده قبلی حزب اسلامی و تمام تنظیم هایی که پیش از او کار میکرده حزب اسلامی تنها در این وضعیت قرار نداره حزب به نام حزب وحدت افغانستان یا حزب وحدت اسلامی افغانستان هم چندین شاخه شده و هر کدام از اونها آمده جداگانه براساس اساس تفاوت دیدگاه رفتن و وزارت عدلیه ثبت کرده و هر کدامش جواز رسمی کار خود خود داره بله اما این هر کدام شعار جداگانه شاخه است حالا. این حزب که شما اشاره میکنید آقا آشنا شاخه و یا و نحلی از زمان حزب اساسی نیست که به رهبری آقای گل بدین حکمتیار است من نگاه من تعریف من و موزه من در قبال آقای حکمتیار غیر است موزه هست که در قبال حزب اسلامی دارم حزب اسلامی بر من یک حزب سیاسی هست که مطابق به قانون احزاب سیاسی افغانستان با پذیریش قانون اساسی افغانستان و با پذیریش نظام مشروعیت نظام سیاسی حاکم در افغانستان با پذیریش پارلمان افغانستان ارگ ریاست جمهوری افغانستان تقسیم بندی قوای سلاسه در افغانستان آمدن کار سیاسی میکنه مبارزه مشروع و قانونمند سیاسی میکنه برای من مشروعیت سیاسی را این حزب داره اما میمانه مسئله آقای حکمتیار بله دو تا معنا میتونه داشته باشد این کار آقای حکمتیار اگر با یک دید خوشبینانه نگاه کنیم معنیش میشه که آقای حکمتیار در باورهای منفی خود بازبینی کرده و بالاخره به این نتیجه رسیده که خب بیای به پروسه های بزرگ ملی بپیونده قانون اساسی رو بپذیره و بخش از نظام سیاسی افغانستان هم سامانه بزرگ سیاست شود و به عنوان یک کار کنه که تا هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده متاسفانه معنی دومش این است که آقای حکمتیار داره با ارزش قانون اساسی افغانستان اقتدار اتوریته و حاکمیت ملی افغانستان بازی میکنه و ب... دست کم میگیره نظام افغانستان رو و یا به هم اصطلاح وطنیش همه چیز را به باد رشخند و مزهکه گرفت یک طرف نظر داشت از... آقای اشنا میخوایم این نکته را ببینیم و اصل بحث و اصل مسئله هم اینجا است که اینجا تناقض نو بینش و دیدگاه وجود داره حزب برهبری آقای گلبودین حکمتیار با هر پیشینی که داره کنار گذاشته آخرین لحظات و آخرین روزها هم شاهد انتحاری که ما در کابل بودیم برهبری آقای حکمتیار و از آدرس حزب اسلامی برهبری آقای حکمتیار پذیرفته شد این انتحار و انفجار و اکنون روند دموکراتیک و یکی از معلفه های اساسی نظام مردم سالار و نظام مردمی و همان نظام دموکراسی در افغانستان رو اجرا است و عمانا انتخابات پیشرو است و اینجا سخن از حمایت یاد میشه و از یکی از نماینده یکی از کاندیدای ریاست جمهوری حمایت میکنن این حمایت با تناقض وجودی و کارکردی و نوی بینش و اما معل... مسئله اساسی که قبلا شما اشاره کردید با داشتن مجموعه جنگی و مجموعه اردوی و یا هم مجموعه خورده... کسان نظامی با مبارزات با این نظامی که انتخابات را برگزار میکنه میسته اکنون حرف از حمایت میزنه این مسئله تا چی میزان قابل جمع است من به عنوان یک شهروند تابع قانون اساسی افغانستان کس هستم که تا زمان که آقای حکمتیار قانون اساسی را و مشروعیت نظام به حاکم بر افغانستان را نپذیرفته هیچ وقت به عنوان آقای حکمتیار به عنوان عضو حزب اسلامی که در افغانستان ثبت و راجستر است و فعالیت میکنه و جواز کار داره حتی یک عضو عادیش من نمیتونم محاسبه کنم به خاطر که حداقل من به عنوان یک آدمی که چند سبایی در دانشگاه افغانستان در سیاست خواندم و چند سبایی فعال سیاسی بودم و در یک حزب کار میکردم پیشینی کار سیاسی دارم و حزب رو میفهمم چی هست بله. آقای به با باور من هیچ ربط و میانه با حزبی که مشروعیت قانونی و جواز رسمی کار داره دارد ندارد سپاسگزارم از شما آقای سرفراز دید شما در این زمینه چیست این مسئله چگونه قابل جمع است آقای حکمتیار کاندیداتوری آقای قطب‌الدین هلال را حمایت میکنه و از آدرس دیگه هم هفته قبل شاهد انتحار بودیم این دو گونه شما چی گونه ارزی میکنه عزیز شما و با شما هم از آدرس حزب به نام حزب اسلامی سخن میگوین این دو گونگی چی معنا شما کدام حزب اسلامی هستین آقای سرفراز کدام حزب اسلامی هستید در قدم نخست مشخص بسازیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله و بعد در طول لمره و محترم ولیدین وایم او خپل ورونو لاخانه و آشنا که کرغلاس وایم هم um, خوشاله م چې د ریانټ تلویزیون موږ ته موخره کړې چې ځین حقیقت دلته وایي کوم خبره چې تاسو وکړه چې د حکومت્યાર سره د موخف دوگانگی دا حقیقتا چې ډیر متضاد بیان د حکومت્યાર سره پناماند غیره ده دا څنګه چې حکومت لا خنه ویل چې آیا د به د هغه وې کنه په دې منګ نه پويګو ډیر متضاد بیان راغله دندې خبرت ما مې درمهست مخ کې چې انتخاباته انتخابات وخت نه اعلان شوهه هغه اعلان وکړ چې د امریکایانو د موجودیت په دوران کې انتخابات کول جرم دی بله او ک یو سره انتخابات یو امریکایي موجود يم موږ د انتخابات کې برخه نه اخلم بیا په دویم څو ورځې به اعلان وکړي چې د حزب اسلامي غړو نه غوښتنه وکړي تاسو په ولایتي شوراګان کې برخه واخلئ او نن سبا بیا وځي چې ام ډاکټر غیرت به هیڅ کابل تر اغلو دلته خلک سره کېنا سئ نه سوال اړه وکه خو دلته هم نظر دا و چې باید حزب اسلامي له تر حکمت یار څخه مدتر د غاې قطب الهلال نه اعلان کړي خو دلته چې ولې دي چې حالات بدل دي هلال صاحب هغه هغه ځنګړتیا و نه درې چې د حکمت یار سره بغلو یې نوم د پروتل شي نو بیرته لاړه ویلې چې د دې نه صرف نظر شو خو به چې په خورته در په پاکستان ته لار په اسلام آباد کې نو پیګم چې د کوم کړي د فشار په نتیجه کې به دا اعلان کړی هغه باغت معلوماتي خننن نن د امندان نن پر اسنوي کې په فیسبوک یو نوی بلا غیر اغلیده اغیده چې یو متیار سي وی دي د اندغه حزب د ډاکټر غیرت او دوه خلکو چې یو متیار سي د ځان منسوبي مخکله چې څنګه چې حکومت لاخانه وی دي مخنه په یو کې د بشیر ته باندې د خوشې د غره کې دي سهالات کې دا خبر نه خور کم ته چې ډاکټر غرات نن ویل دي غدادي چې حزب اسلامي باندې د درې شرایطو په عمل کولو ځان حمایت کړي یو شرط دا دی چې خارجان ټولو وي دوم شرط دا دی چې دا, دا سړې بعد امنیتي تړون لاستیک نکړي او دریم غښتنه وکړي چې د انتخاباته ورستشي نو پرسر د تاسو متزاد به نن نه دي پدې کې مونږ نه پېږو چې اسه خبرت سره خو هم دومره پېږو چې غرت بهر یو لوبه با... کوي او هغه فکر نکنم چه حکمتی از سر موافقی چی فکر میکنین شما غیرت بهیر از آدرس خودش سخن میگه این گونه غیرت بهیر کسی است که به از آقای حکمتیار معرفی است به نمایندگی از آقای گلبدین همیشه سخن گفته این گفته ها رو چگونه میشه تکذیب کرد آقای حکمت از جای صحبت میکنه که میگه ما اونا رو نمیشناسیم هم و با اونا ارتباط هم نداریم گفته های از این ها قابل تصدیق نیست اون چی بر رسانه ها رسیده مکتوب و اعلامیه رسمی از آدرس آقای بهیر است و همه این مساله را آگاهانه و ستاد انتخاباتی آقای هلال این مساله را تایید کرد که بله حکمتیار از اونها حمایت کرده و تایید کرده اکنون اینجا دیدگاه شما چی است که تداوم این مسئله چگونه است اهدافی که در قبال این مسئله چیگون؟ است آیا ستاد انتخاباتی آقای حلال این مسئله را خودشان ایجاد کردن ولی از خونه پیگم چه در افغانستان که دولت شده که نشته دلت نظام شده که نشته قانون شده که نشتا آیا افغانستان اساسی قانون یا اجازه که در جنگی رو لسر ارتباطی مبیم انتخابات بکیم ایا چاته جواز ورکړي چې هغه انتحار وکړي هغه مرشومان او وزنه کوچینې وزنه او به و چې موږ جوړې دي او به دغه مورې ته د څړل انتخاباته برخه خلې زه پیغم چې داس موږ دی فنده د قانوني مرحله او فساد په دې کې مې کولای نه چې حزب اسلامي برهبړی ګلبودین حکمتیان هم نوکاط را کوم اشاره کردین چې افراد را میکوشه انتحار میکونئ انفجار میکونئ ګروه نظامی ضد دولت را با خود داره این ګناه است حکمت یار خو حکمت یار سره اغه یو بل موقفه دی، جدا موقفه دی اغه زته تاسو خبر وکم اغه د دې مملکت د دې نظام د دولت اپوزيشن دی، مصالح په پزنده، یو سیاسي پوزيشن نه بل مصالح په پزنده، د مصالح په پزنده د نظام مخالف سره دی، نو دا چې وسته یو څلور د خاصره مخالف دی، د امریکایانو مخالف دی د دې نظام مخالف دي د خارجي قوا او ناتو مخالف دي چې دا غو مخالف دي مخالفت به بې د غوي کړ چې د دوی څه کوي وغه څه کوي انتخاباته را شما چې میبینین این روند کې نظام دموکراتیک را تقویت میکنه وای انتخاباته کې از اصل های نظام دموکراتیک به من اصل نظام به دموکراسی است در اینجا حمایتشون چه معنی را, را میکنه شما فکر میکنین نه مخالف مسلح دولت هستند و اعتقادات و باورهایشون هم در مقابل خارجی ها و اردوی و نظامیان غرب در افغانستان اون متضاد است و نه میخی یی کی از انه باشه همو از این روند حمایت میکنه چه معنا را میکنه فکر کوم چی دا د یولو بره ډاکټر غرس ورو کړی چې د انتخاباتو تسلسل کې ګډوډی جوړ کړي د انتخابات و نه شي او نږدې کغه خبره کوي چې یو یو زليلان کوي چې هلال باید موږ لا تړ کو بې امداننن کته دغلستلی دا فیسبوکونه ولستلی دغه درې شایته ونه کړیږي نو متضادات دا متضادات مجموعه ده دیبه منګوله پښتو پښتو پخايهک مصل الله شما از این مسئله اشاره میکنین که شما هم عضو اجرایی و یا هم عضو از حزب هستین که به شکل به قوله خودتون ز جهادی این مسئله هست این جهاد به چی معنی جهاد مقدس جهاد افغانستان ملت جهاد کړی ده دیغه دیغه غړایم جهاد کی می جهاد میکرد لر جهاد در مقابل <تصفح> کی کرده یا دی روسان مقابل کی و در حال حاضر <تصفح> جایگاهتون چیگونه است؟ نه این افغانستان پا که کی وسیع که زندگی کو پا که کی تجارت کو بله اکنون این گونه که است بارها شما از آدرس آقای گلبودین شنیدین که اونا این نظام را نظام نمیدونه که در مسلمان تحت پرچمش زندگی کنه پس حضور شما زندگی شما در حزب که برهبری آقای گلبودین حکمتیار زندگی میکنین چه معنی که خبر را کر طول دی افغانستان سی در طول ملت مجاهد و در طول ملت اوس افغانستان که اوسیگی زندگی از مردم افغانستان و <تصفح> کسانی که جهاد دارن حرف وجود نداره اونا در تعامل و پذیرش اصل هایی که سازمان ملل هم وجود داره اونا هم حرف نداشتن اما آقای گلبودین کسی که شما در حزب شاستین نه گاهی مسائل را نپذیرفت خود بیرون از افغانستان به انتهار انفجار در داخل افغانستان دست داره اما و در نهایت هم از ا کاندوتوری آقای حلال و انتخابات حمایت میکنه و اشاره میکنه که اعضای حزب اسلامی به این پروسه داخل شون رای بتان رای خوده به اعضای بتک از ادرسه حزب اسلامی است شما در نهایت با رفتنتون به پایهای صندوقهای رای و افراد را گزینش از حزب اسلامی چی نه میخواین به اسباب بس یک انتظار و وسک ولات یادی هر دفعه دغه 50 سال حکومت نشد ترغلی دی په هر ورس کی په افغانستان کی مړی کوي په افغانستان کی بمونه وری په افغانستان کی دکه په افغانستان کورن لوټي په افغانستان کې خپل سره بی ګناه مسلمانان راولي په مابسوینه نیباسي په په پالچرخې تیر دکړې د میدان هوایي کې بګرام بګرام تیر رکړې دا نه یادوي هغه به یو انتحار سو هغه انتحاریم اکثرا انتحارې خرجانه کوي د خرجانو په موټر په تور موټرو کې راځي تور موټر تایید میکنم موږ ایم کار راکړیم این آقای گلبدین بدن هفته از بسلامی کردیم. این مناهیده سوک خبر را جواب. اما باید. شما از کلام مدرسه صحبت میکنید. در کدام حزب بسیاری این حزب میرسه با آقای گلبدین و شما اون را مشر میدانه. این و آقای گلبدین می میدانه که رهبری این هست است کار زمانی که مخرب است. زمانی که افرادی این کشور را میکشه. فرزندان شما و ما و همه کسانی که در اینجا زندگی میکنند را میکشه. پس این اسلامیت این موضوع در کجاست؟ یا انجا دولت افغانستان دولت این دولت کې وجود نه دی خپلواک دخول واک دولت نه دی خپلواک نه لري استقلال نه لري که استقلال, استقلال درلود دلر رئیس جمهور ارواز چیږي بمبارد مکو دی خلکو کور ته مزه د خلیجان ولې زی ولې خلک نه راځي په قضاوات نه کوي زمونږه په زمان کې ان مسله ولې رئیس استقلال خبرته خو غونې اقه یک مطلب می خاله جواب ورکړه حل جواب ش از شما می خوایم پدونم یي نقطه مشخص می خوایم از شما پاساوو بگیرم زمونږه شما فکر میکنی نظام نظام مستقل نیس انجا به قول شما استبداد اشغال شده و عزار ها 45 کشور است اینجا و مردم را هزارها فرد را میکشه پس کسانی که معتقد به بینش های اسلامی است به قول شما و شما جهاد را در گذشته کردین و امروز میخواین انجام بدین پس حضورتان اینجا چی است چی معنی را داره پولی که از آدرس خارجی ها حمایت از آدرس خارجی ها و امنیت نسبی که اینجا تامین شده و آقای گلبدینیان هر روز رو مخرب میسازد دهش تفغانی میکنه شما در زیر پرچمش زندگی میکنه و در نهایت خارجی ها را شما نمیدونین کسانی که بر افغانستان کمک کرده سوال دیگه خبرت بس مادر تو ست پینځه سلیک مملکت راغلی دی د افغانستانه اشغال کړه ده په افغانستان باندې مرموی وری وي په افغانستان کورونه لوټوي خلک په زور راولي خلک باندې دا خبره زنه کوم دا خپل رئیس جمهور دا خبر په مطبوعاتو کې کړی ده مارویدل به دی غو بو دی سرګملی دی نو خپلواکي نه لري استقلال نه لري وخت څوک خپلواکي نه لري دې خپلواکي رئیس نه نه لري یو بندیله بګرام راخلص کی دا بنديان هم دغه په تسلط کېده دې خپلواکي نه وای اصلا استقلال نه لري نو دغه نه لري سالم مدې مو ډیرنسته <مدیرات> سالم اداره دلته نه لري دی پاسا ته چخټک پا پا دی, دی اداره دا اغه وڅوک سی پتور لیست کیوی ګور پتور لیست کیوی اغه پرې نه د دیشپیو دی ورځي په غوپسې کارشپيان جاسوسا دا ټول ګرځي اغه پیدا کول نه سند پیدا کیدو د پر څونه پیسې اغه کړی دی نو اغه خو دوري موږ سدلته یو خوا جهه ادم خړل په افغانستان په افغانستان کې زیګدلو دی افغانستان یو په دې خاور کې ژوند کو او کدا غځون نه را باندې لري نو دا افغانستان په دې ټاته شما څه میدارنه انتخابات یو روند مثبت مردومي و شفافه است که گل بودین گفته از این حمایت میکنه و تمام کسان را که در چارچوب حزب اسلامی است با اونا بارها اشاره کرده که شما در این روند سم میگیرین شما قبلا در سخنان ابتدایی تون اشاره کردین که آقای ګولبودین حکمت یار به انتخابات باور داره انتخابات رامې پذیره این انتخاباتی کې برگزار مېشه چی گونه انتخابات است دا خبره د خسوال دوه دا خبره ما مخکې خبره وکړه بیاغه خبره تکراروم سي حکمت یار صاحب په انتخاباتو باندې هميشه وخت تاکید کړي تاکید لري او د افغانان ملت د افغان دی او اصل د انتخابات خو هغه انتخابات چې غا سارتاسري مشروع خپلواک انتخابات وي چې مداخله نوي صندوقونه ډاکني سي د دوه درې دورو کې خپل کاندیدو مغزني ولایت کې کانجدو خو صندوقونه مغزني ولایت کې انتخاباته ونه سوړل سوړل دا عدالت د څلورولو سوالي کسان را پورې کېومنندګي کوي یوولس کسب په پرلمان کې نمایندګي کوي د درکومدار شمول کاندید دی د دې دورې وکیلای پرلمان کې بله همدغه دوره را آقای ګلبدین حکومتيار رد کرده بود او همدغه دوره را آقای ګلبدین باره اشاره کړو او وویل چې ان انتخابات انتخابات نه دي چې بر مردوم قابل قبول وشي پس شما څنګه اشتراک کرده بودل مو موضوع دلته زوان کو به افغانستان کې د وسمو په انتخاباتو کې اشتراک کوو بل خبر خبرت کوم یو خبره ته اجازه باندې ده د اورور اسيف اورور په قانون اساسي او دولت باندې ډیر تاکید کړی تاکید لري کوم دولت خپل وختوله چیرېده خپل استقلال چیرته ده کوم قانوني اساسي هغه دولت کوم قانوني اساسي کوم ماده پلی کړې ده په ملت باندې چې باندې تطبیق کړې ده ته قانون اساسی اساسی د تغییص سپر گذرولی موږ قانون قانون اساسی وقتی دی وخت نه منی دولت نه قانون اساسی جوته قانون بینش رک شما دارین شما اشاره میکنین کسان که طالب میگن کسان که ترورست میگن کسان که دهشت افغان میگن اونا مینی بینش شما را داره فکر چه فکر میکنین چه تفاوت بین نو کارکرد های شما بینش شما نسبت به نظام و طالبان و ترورستان وجود داره و خصوصا حزب اسلامی تفاوتش با گروه القاعده و طالبان چی کله وخت و یطالب خو توره ډیرس نه دی طالب خو د افغانستان په چاندي طالبان دي عالمان دي ما په نظر باندې نظام په هند باندې تلویزیونو ولرې دی ګونی چېم کړی دی دا د خپل خارجانو د یو لوب جوړه کړي خارجانو لوب جوړه کړي لغوخه انتحار هم دوی جوړه وی بو موټره کوم دوی راوړی انتهار هم دوی کوي بلاخره لغه په ټلیفون کې یو خبره کوي په رسنۍ ته وای ساده غوخه کوي بلنه یو نوم ځانګړي دا خبره اس واقعت نلري تر څو چې دغه سړي تصویر معلوم نəsi قوم معلوم نəsi ولایت معلوم نəsi ولوالي معلوم نəsi دا د مطبوعاتو خبري دا اس سند سن... درمره کوم اخا یا آشنا دیدګا یې ino چګونه اس موارد را کشارہ میکنن آیا واقعاً انځا همون موارد را اخا حکمت اشاره میکنه ان گونه است ما درخل جواب ب... 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 در کل به دیدگاه آقای حکمت احترام میگذارم به عنوان یک نگاه و یک نوع فکر اما به این معنی است که تایید میکنم یا موافقش هستم در چند جا نیاز هست که چند نکته را اشاره کنیم برای که مردم افغانستان بفهمه اول من خوشحال هستم که آقای حکمت اینجا حضور داره و استدلالی که میکنه و منطقی که بر ملت افغانستان راه میکنه و کسایی که ما را می لحظه میبینن داوری میکنن و مرقم جناب مولوی سرفراز اینجا هستند و هر کدام ما هر کلمه ای را که میگیم ملت افغانستان در قبال از او قضاوت میکنه و داوری میکنه ما در افغانستان یک نظام منتخب به مردمی داریم انتخابات شده مردم افغانستان بر که نظام را داشته باشد و یک رئیس جمهور را انتخاب بکنه کسایی هست که انگشتان خود را از دست داده و با قربانی دادن این نظام را ساختن قانون اساسی افغانستان قانون بسیار محکم و جدی هست به لحاظ پاسداریش و تعهدش به حقوق مدنی سیاسی شهروندان افغانستان و ارزش های دینی و انعنات پسندیده مردم افغانستان و به ارزش های جهان شمولی که با فرهنگ مردم افغانستان همخوانی داشته باشد و مخالف فرهنگ و اساسات مذهبی, مذهبی و دینی مردم افغانستان نباشد. در مشروعیت نظام در مشروعیت قانون اساسی افغانستان هیچ شکی نیست با. اما میمانه بحث مدیران نظام من ب... از این نظام پیروی میکنم به این نظام احترام دارم اما منتقد جدی مجریان نظام هستم سیاست هایی که آقای کرزی به خصوص از سه سال به این طرف روی دست گرفته از سه سال به طرف پرونده فعالیت سیاسی آقای کرزی را هرچه بررسی کرده بریم بالاخره ما هم و گرایش طالبانی و شم طالبانی در ب... نگرش، تفکر و موضع گیری های آقای کرزه را آشکارا میبینیم کسایی را که آقای حکمت میگه از زندان بگرام آزاد شدن اینا مردمان بیگناه بودن ایتوری نیستن ملت افغانستان میفهمند و کسایی که گرفته شده نشان انگشت از اینا رد سیمکارت های از اینا ردیابی شده و اینا با اسناد موثق اکتداد از از صف اول جنگ گرفته شده بله که دروغ میگن. گوسانم اجازه من اجازه, من, اجازه من شما وقت صحبت کردین من شنیدم در بزن... یک صورت آزادی یک بحث رو من میخوام مطرح کنم اینکه من به عنوان یک شهروند افغانستان به هیچ وجه از این حمایت نمی که یک شهروند بیگنای افغانستان در زندان زیر نظر دولت افغانستان باشد بدون اینکه پروندهش بررسی شود یا در زندانی که تحت نظارت آمریکایی ها باشد اینکه آمریکایی ها چرا در افغانستان هست به اساس حضورشان اون قطنامه شورای امنیت است و افغانستان در یک موقعیت بود که ما نیاز داشتیم برای که از چنگال تروریسم نجات پیدا کنیم کدام تروریسم کجا است می کدام تروریسم کسایی باشا. که در یک صورت پرونده بررسی چگونگی بررسی پرونده زندانی های بگرام در یک صورت بر ملت افغانستان قابل قبول بود که در اونجا نمایندگان مردم یا حداقل یک نماینده از پارلمان افغانستان هلی. به عنوان خانه ملت افغانستان در کمیسیون بررسی می بود از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نماینده در کمیسیون می بود از نهادهای ادلی و قضایی افغانستان از سارانوالی افغانستان کسایی که صلاحیت بررسی پرونده های جرمی را داره و تخصصش داره و مشروعیت کار شده داره اینا می بود بله. متاسفانه چه چیزی نبود به این موضوع دقیق نکات خوب شما اشاره کردین و موارد را آقای حکمت هم در این زمینه اشاره داشتن اگر بر بگردین به این موضوع که در این روند دموکراتیک همه بارمند هستن تغییر مبتنی بر خواسته و ایده های مردم به وجود میاد شما به نمایندگی از مردم افغانستان و یا هم کسی که در این اجتماع زندگی میکنین یکی از فعالین سیاسی این اجتماع هستین این ایده چگونه بر بررسی میکنن و ارزیابی میکنن که زمان در این روند دموکراتیک و اینجا که مردم همه باورهایشان بر این است تا با تغییر این مسئله از وضع که گویا مطلوب است اما اصل مدیریتی که شما اشاره کردین با وضعیت مطلوب با گزینش جدید برسن اما دستهای فراتر از محدوده و اما جغرافیای سبز افغانستان که تحت پرچم افغانستان است از بیرو با ابراز نظر و حمایتش از یکی از کاندیداتور کاندیداتوران عرض اندام کنه و این روند را با حضور خودش به نوع به چالش بکشان این مسئله تا چی میزان قابل قبول است؟ بهتر از قضاوت رو بگذاریم به ملت افغانستان ما به عنوان افراد به عنوان بخش از ملت افغانستان نظر فردی خود را ارائه میکنیم بله. ولی بله قضاوت جمیر ملت افغانستان داره با باور، با باور، باورم باور به صورت فشرده باور است که بحران سیاست در افغانستان از 1352 به خصوص تا امروز بحران رهبران افغانستان است ملت افغانستان ما اوز جرگه مشورتی بودم که ماه های گذشته برگزار شد و بلد. اینجا با بخش عظیم از اشتراک کنده ها ما گفتگو کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که مردم افغانستان به عنوان افراد عادی این جامعه پشتونش، هزارش، تاجکش، اوزبکش در کل بدون هیچ تفکیک بندی قومی و تباری و مذهبی و زبانی مردم افغانستان درایت و شعوری داره که مسئله مرگ و زندگی خود را درست محاسبه کنند بله. همیشه این رهبران سیاست در افغانستان بوده که اشتباه کرده و سرنوشت ملت را به نابودی کشانده بله. عالم اگر به پروسی انتخابات به عنوان یک پروسی بزرگ ملی نگاه کنیم و بگذاریم که مردم افغانستان درست انتخاب کنه مردم افغانستان رای خود را استفاده کنه قد... رای مردم قدرت مردم است به این است که قدرت برگرده از, از انحصار رهبران و از انحصار افراد از انحصار خانواده ها برگرده به مردم و مردم تصمیم بگیره که برای پنج سال آینده امین قدرت کی باشد که مدیریت قدرت تا پنج سال آینده او رهبری کنه که اگر کار درست کرد پنج سال دیگه دوباره بهش فرصت بده اگر کار غلط کرد یا به تعهدات خود وفا نکرد پنج سال بعد دیگه بهش رأی نده کس دیگه انتخاب کنه این بحث ایدئالی انتخابات بله. است ولی من با توجه به اعمالی که از آقای حکمتیار سر میزنه با توجه به اندیشه و تفکری که داره با توجه به نوع فعالیتی که میکنه ما آقای حکمتیار ها را به عنوان یک فعال سیاسی که دارای حزب سیاسی باشد و اون حزب جواز رسمی کار را داشته باشد در افغانستان چنین کسی نمیشناسیم بلکه کسی هست که یک تنظیم نظامی دارد پیشینه ب... 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 فعالیت در جهات را دارد قابل شک نیست گذشته به ب... جهات آقای حکمتیار به جای خودش محترم است ولی فعالیتی که فعلا روی دست گرفته آشکارا بر علیه نظام افغانستان می جنگه و کسی که بر, علیه نظام افغانستان بجنگه برای من که شهروند این نظام هستم آشکارا دشمن این نظام هست. سپاس گذاریم و همچنان در امتداد امان موارد دیگه گذشته از این که انتخابات یکی از اصل های اساسی دموکراتیک در نظامهای های دموکراسی است اینجا در افغانستان و در نظام کنونی قانون اساسی همان امول قوانین و یا مادر قوانین تعیین کننده چگونگی ساختار انتخابات است و همچنان نکات و اشارات در زمینه انتخاب رئیس جمهور و یا فردی که در انتخابات پیشرو پا میگذاره همچنان داره ماده 61 قانون اساسی اشاره میکنه که رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از 50 فیصد آرای رای دهندگان از طریق رایگیری آزاد عمومی سری و مستقیم انتخاب میگردد اما آقای گلبدین حکمتیار این قانون را نمیپذیرد این این همه مواردی در افغانستان وجود دارد و به شکل آقای حکمت اشاره کردن اینجا را مستقل نمیدانند اما از قد بودین هلال حمایت میکنند ما از ستاد انتخاباتی بودین هلال همچنان اینجا نماینده خواسته بودیم در آخرین لحظات سخنگوی ستاد انتخاباتی بودین هلال از حضور در برنامه م... معذور شدن و عذر خواستند سوالاتی که مربوط به نام و سوالاتی که اینجا به وجود میاد آیا بودین هلال کسی است که راهکارها و روش و بینش آقای گلبدین حکمتیار را به پیش میبره آیا واقعا ایشان مستقل هستند و یا وابسته به حزب اسلامی که به رهبری گلبدین حکمتیار است کارکردهای گلبدین حکمتیار در افغانستان چگونه با چی دید اونها مواجه است این همه سوالات است که از آدرس ستاد انتخاباتی آقای هلال می بایست پاسخ می گرفتیم اما از حضور در این بحث خودداری کردن در امتداد امان موارد دیگه گذشته از این که انتخابات یکی از اصل های اساسی دموکراتیک در نظام های دموکراسی است اینجا در افغانستان و در نظام کنونی قانون اساسی همان ام قوانین و یا مادر قوانین تعیین کننده چگونگی ساختار انتخابات است و همچنان نکات و اشارات در زمینه انتخاب رئیس جمهور و یا فردی که در انتخابات پیش رو پا میگذاره همچنان دارد. ماده 61 قانون اساسی اشاره میکنه که رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از 50 درصد آرای رای دهندگان از طریق رایگیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردد اما آقای گلبدین حکمتیار این قانون را نمیپذیرد این این همه موارد در افغانستان وجود دارد و به شکل آقای حکمت اشاره کردن اینجا را مستقل نمیدانند اما از قد بودین هلال حمایت میکنند ما از ستاد انتخاباتی بودین هلال همچنان اینجا نماینده خواسته بودیم در آخرین لحظات سخنگوی ستاد انتخاباتی بودین هلال از حضور در برنامه معذور شدن و عذر خواستند سوالاتی که مربوط به میشه و سوالاتی که اینجا به وجود میاد آیا قدبودین هلال کسی است که راهکارها و روش و بینش آقای گلبدین حکمتیار را به پیش میبره آیا واقعا ایشان مستقل هستند و یا وابسته به حزب اسلامی که به رهبری گلبدین حکمتیار است کارکردهای گلبدین حکمتیار در افغانستان چگونه با چی دیدونا مواجه است این همه سوالات است که از آدرس ستاد انتخاباتی آقای هلال می بایس پاسخ می گرفتیم اما از حضور در این بحث خودداری کردن آقای سرفراز شما چی میدانین کسان را که انتخابات را و این نظام را و این جایی که شما و کسانی که در کنار شما هستند برای رفتن به انتخابات و برگزاری انتخابات گام میگذارید و معتقد هستید که این یکی از اساس ها و گام های دموکراتیک است مردم همه اینجا با تنیت خودشان با اسلامیت خودشان و با های خودشان به پای صندوق های رای میرن و رای میدهند و زعیم آینده شون را انتخاب میکنن همه حضور پیدا میکنن اما آقای حکمت لا این مسائل را رد میکنن و فکر میکنن که اینجا نظامی وجود نداره اینجا دولتی وجود نداره اینجا کشور بارهای خارجي هم حضور یافتن او افغانستان را به قول خودش اشغال کرده این گونه است زه پدوایم چې رسيږم چې په دلاخان چې به خبروږیته زمو مشکلات او ستونزې <سؤال> شته او اړتیا د خارجن شته او د حوار زیات چاره ده وي په خوخه چلیږي خو د هم باید وایم چې افغانستان کې سولې د حضور د لارې نه شريت افغانستان کې باندې د حضور د لار نه شريت لري امریکای رواندل تخپل زورواز ما یوس امریکایان دی او ناتو د هم زور از ماي مقابل کې طالبان دی او حکومت سره ده دا دوی هم زور از ماي دا ټول از ما په اند از ما په فکر د دې په نتیجه کې افغانستان ته نیک بختینه راځي باید هم طالب رونه او هم حکومت سره دا باید د میز تشاکینې په دی وروذ کې د طالبانو یو چانګي متسمه راځان ای په ایبلاغي خبره کړې ده چې موږ نور نغواړو چې افغان د وامن پلاس وژن شي موږ نور نغواړو چې په خپل منځو کې جنگ ته دوام ورکوم موږ غواړو چې افغان څنګه څلورشه منټر شي دا ډېر په ځای خبره ده او زه تاییدوم او فکر کوم چې دا سورتي بدیر نه کې انتخاباته شي چې مخالفین ټول راشي د ملت کې نه خبري وکي ځکه چې وسو جنگ اخر پای نه لري جنگ په تر سو جنگ کېږي جنگ چه پای نداری نو باید افغانان ده جنگ تا ده, ده پای تکه کی دی امریکان را غری ده اختلافات پا نتیجه که وچه افغانان یوشی امریکان چه, چه زورت لری جلد تبایی اما آقای سرفراز نیخیم دیدگاه شوار در این زمینه دا داشته باشم امریکان ده... چرا اینجا هستن؟ چه فکر ده... میکنین شما؟ ده... چه کسان باعث شد تا امریکان اینجا بیا؟ و قول شما اگر امریکان را شما خوش ندارین آقای حکمتلا خوش ندارن چه کسانه باعث شد؟ آقای گلبودین و طرفدارانش و کسانی که در اینجا وجود داشتن و امثال از اینا گروه هایی که تروریست و دهشت افغان از در افغانستان وضعیت و زندگی مردم در حال خواستن که اکنون نیروهای بین المللی و اردوی ملی افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان اینجا همه با هم ایستاده تا این افرادی که زندگی شهروندان افغانستان را به خطر مواجه می‌سازند حمایت و کمک کنند این کجای شکی از موارد است شما فکر می‌کنید که نادرست است باور دارم چه پده چه پده که امریکایان هم په دې حقیقت پوهیږي چې په دې هیواد کې دوامدار اوسېدلی نه او امریکایان هم په دې حقیقت د پوهیدلو لپاره دي خواري چې ووځي تړون به زه موافق شم تر څو چې د افغانستان کې د خبر تثبیت شي اما اینجا بخش عظیم از مردم هستند که ناراض است د مسئله و این سیاست رئیس جمهور حامد کرزی را سیاست میدانه که آقای حکمت الله به با او باور داره با شما برمیگردیم دوباره آقای حکمت الله تا چی میزان شما معتقد هستین که واقعا رفتن به انتخابات و امان گونه که شما قبلا گفتین در انتخابات قبلی نامزد بودین و کاندید بودین بل. اکنون و این بار این روند را میخوایم مشخص از شما پاسخ بگیرم که این انتخابات را در امتداد گفته هایتان که گفتین چه نوع یک انتخابات میده؟ در افغانستان وسیدون که در افغانستان که چوک وسیگی در طول سیاست بانی پیگی خدا خبره رئیس جمهور هم امریکایانو ته کړی دی چې امریکایان باید مداخله ونه کوي په انتخابان انتخاباتو کې او امریکایان باید سولره اولی تر څو چې سولې نه راوستي دی خلکو کور ته د شپې نه ورځي نو زه دا سنند نه مزه کوم چون دغه ملی د ملی قهرمان بحث مو, مو امزونیز بحث مو امزونیز بحث ما چگونگی حمایت آقای ګولبودین است قطب الدین هلال است و شما هم ازادر اسلامي سخن میګونئ انجا می, می خوهم یی نقطه را بدونم زمونه که شما انتخابات را رو روند میدانئ و آقای ګولبودین حکیمتیا هم صدا مې کوي چې همه کسانی که مربوط حزب اسلامی هستند در افغانستان زندگی میکنن به قول شما هزارها در افغانستان هستن اینجا زندگی میکنن اونا به انتخابات سم بگیرن رای بدهن و یا هم افراد را از حزب اسلامی در شوراهای ولایتی در انتخابات پیشرو قطب هلال را انتخاب کنن و رای بدن شما میدونید که تنویل، حمایت و چگونگی برگزاری این انتخابات به دوش کیست از ما پان بند خو سرتاسری مشروع خپلواک تاکنو تا شرایط ندی مساعد. سرته اني مشريت نه نیم مسل یو تیدا تقریبا تقریبا د <التش یو <التشست> پنځابیا په ساده خلک یا او بیا په ساده خلک <التش> بي ټاکنو ان <التش> په ټکي یي په انتخابات کې پوښاکنو کې رای نه چي یو کارت نه دخيستاي یو هغه خلک ترتحديد لاندي دي په دې داسې څه کسانه چې کسانه دولت واکمن نه دي فو غو کل یو چې کسانه درمقابلې دولت قرار داره چې دولت توانمندي ټول ملت قرار لري ملت یو توان مرکز نه دي ولایتو دي د دولت په لاس کې نور کل یو باندې ټول دي طالبان په لاس کې دي په دې چې کسانه اصلا قبلا شما حضور طالبان را منکر شو طالبان چه کسانه دي طالبان دي افغانستان خلق دي اما بین شونچې څه میخواهند وکړنه واړو یو اسلامی خپل واک نظام باندې جوړ کی په یزام په اسلامی خپل اسلامی نظام د دولو خپل واک حکومت د دولو نظام د دولو خدای خریجان امریکایان را د وډا لټه پله سیورثبالو وګړي چې هغه څه وبیا درین بګزارین کې کم به پیشینه بریم وضعیت نابسامان حداقل اتمان شما اطلاع درین از اعزای اسلامي ستند افغانستان په خصوصا شهر کابل کې نشانه هاش تا چند سال قبل خېل زننده و هزارها فرزند کودک و زن مرد کس پدر خود از زاد کس شوهر خود و کس هم خانم خود و خانواده ها همه نابسامان شدن از آدرس لطف و محبت راکت های یکی از این افراد و کسانی که درگیر این موضوع بودن و در نهایتش امین موارد باعث شد که امریکایان بین اینجا امنیت را تامین کنند اونا چی میپالیدن چی میجوستن اونا هم در امتداد امین نظام اسلامی بودن سوال بو سوال جواب خبرات پاسخ میگیرم خبرات کابل خارج ادبی افغانستان څلوړ د سولایته دي ټول ولایته منه مبر شما اشاره کړم ټول ولایتون کلي باندو لنګسوي خراب سو تخریب سو خو هیڅ غښ چا پورته نکي وخت چې کابل کې خپل خپل دغه کوده د چانس کوده تای په نجيب باندې وکي ټانګونه ته تیاری دا ټول دیغه پلاسک لکه بابا جان لکه جنرال مومن اسب در حوال منصور نادری دا کسن پراست قدرت کو کوده تاسو دس، روسانو دستور ورکوي چې مجاهدين مپریدي خارته مجاهدين مخنيوي کول خارته نه پریده او اخرجه جنس... زمانه کې با کابل اومدان با افغانستان اومدان و تحت تسلط شونود اون زمان چه بياعش شت نظام اسلامي هم مجاهدين په تح... قدرت بودن بخش مجموعه کسانی که واقعاً جهاد مقدس کردند بر افغانستان کار کردند حرمتشان بجاو و مردم مشناسه اما هدف ما زین است که چه علت باعث شد تا با اون مجاهدین واقعی افغانستان درگیری در بینشان بونه ما, ما در زیل یو تعداد کسانا پرشمیان کده تا وکړه سر گروپان روسان ورته وټه کل جنرال مومنی سر گروپ بابا جان سر گروپ مزدک سر گروپ نبی نبی عظیمی سر گروپ منصور نادری دای سر گروپ ټول قواوی لغوسره وی مجاهدین دله دروازو چې خیدنينه کابل ته نه پریکو نو مجاهدين خو مجبور دي کابل وطن ته خاورېد چې وختي آزادۍ آزادۍ تر لاسه کړې په دې آزادۍ باندې ټول مسلمانان لې ابتکار کوي نه پریکو جنگ شروع څو ییلاتو چې کابل کابل اسن ديو یادت مکن او کو ن طالبان چې شما یاد مکنین مجمع کسان چې فکر مکنین تحت تعدید استان او انتخابات انتخابات سروسري نهست باز مجدد می خوایم از خود پاسخ بگیرم اقای څوک دي طالبان طالبان او و در نهایت نو چی میخواین فکر میکنه کی په د امتداد چی اثر شما و حزب اسلامي و ګلبودین حکمت یار چی میجویا طالبان یو خپلواک یواډ غواړي خارجان نه غواړي خارجان باید ووب زیل خارجان راغلي را دی ولې راالو د خارجان چاره وست خو یو ډال راوستو د خپل قدرت په خاطر باندې خارجان راوستو وزارتونه نې غوڼي <تصفح> و جنگ شروع وسه طالبان هم شی واخسته طالبان کورته شی ورتله کوروش حکومتیار با حمایتشه از کاندیداتوری قطب الدین هلال و یا هم رفتن به پایهای رای به صندوقهای رای و رای دادن و آمدن داخل شدن در این نظام را چه ارزشیابی میکشید؟ داخه مخکوله جواب درکشی قطب قد... انجینر صاحب حکومتیار در خبره برتره ده سوی ده مخکی وره خبره دی بهر سب غیرت له خلیق پرس و شدی هلال حمایت کوله ورونه تجهیز اسلامی غړیو ته ول ستای رای ورکی دوباره برت در شرایط تو کی کوغه مولیس در تو پخوبن و با لیدون که بمون پوسیبی انشالله بله سپاس گذارم از شما آقای آشنا در نهایت این مسئله را چگونه از دید شما جنبندی میشه تضاد هایی که وجود داره نو بینش هایی که با احساس نظام دموکراتیک در تفاوت قرار داره کار کرد و روش و بینش مجموع کسانی که از آدرس حزب گلبودین حکمتیار در قضیه دخیل هستن و همچنان کسانی که طالب میخوان آقای حکمت الله نو تفاوت وجود نداره طالبان هم میان انتحار میکنن و کل بودین هم انتحاری میفرسته و در کابل افراد را در اینجا نظام، نظامیان غیر نظامیان فرزندان این مرز و بوم خورد کلان و همه را شهید میکنن و یا میکشن با انتحارشان چه تفاوت وجود داره و رفتن به پای رای و پای صندوق های رای چه معنای را می خب ما ناگزیر هستیم اول مشخص کنیم که ما در درون نظام بحث کنیم روی انتخابات و این مسائل یا در بیرون از نظام بحث ما بحث درون نظام هست بله. من اول نظام حاکم در افغانستان را به رسمیت میشناسند و به مشروعیتش احترام دارند. خیلی خلاصه اشاره و به صورت کل کسایی که مشروعیت نظام را قبول دارند و حزب دارند، حزب نام مطابق به قانون احزاب سیاسی افغانستان فعالیت میکنند، اینا حزب زنا، حزب مشروع است، فعالیت سیاسیشان فعالیت مشروع است. اما کسایی که مشروعیت نظام را نمیپذیرند، قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرند، اراده ملی که پشت این قانون اساسی هست حالا که در درون ارگ یک ضعیف نشسته و درست اجرا نمیکنه این نباید جرمش رو بیاریم به اصلیت نظام ارج... نباید ارجاع بله. در کل در ختم کلام اگر جمع کنیم آقای حکمتیار در درون نظام افغانستان حزب نداره آقای حکمتیار یک تنظیمی به شوریشی و تروریستی داره که معمولا در کوه ها زندگی میکنه بمب میسازه شاگرد میکشه معلم میکشه انجینیر میکشه دکتر میکشه و کارمند بانک میکشه در فعالیت گرفتار است بر مبنای همین فعالیت آنچه ملت افغانستان از تروریست میفهمه آنچه ملت افغانستان از یک شوریشی میفهمه مجموعه از اعمال و عملکرد مجموعه بله. از اعمال و عملکرد بله. عمل های است که از آدرس آقای حکمتیار متاسفانه در افغانستان به اجرا گذاشتیم با آخر برنامه رسیدیم تشکر از حضورتان در این بحث سپاسگزاریم دیر منان مولوی سید و نه وقت مو تمام شویدی شو آقا یک مطلب تشکر از حضورتان در این وقت مو تمام شویدی و همچنان از شما از که تاکنون بیرین این مبحث سپاس گزار استیم قضاوت با شما مردم همه میدانند چه باید کنند تا برنامه بعد خدا نگهدار.